اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت. بنابر توصیه و اطمینان‌های خانم کلینتون، 400 تن از ساکنان اشرف در روزهای آینده به درخواست خانم رجوی به کمپ لیبرتی می‌روند. گروه‌های بعدی پس از تأمین اطمینان‌های حداقل به ویژه خارج شدن پلیس از داخل کمپ لیبرتی به منظور ممانعت از هر گونه تنش و خشونت و کشتار مجدد ساکنان خواهند رفت. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، موافقت 400 تن از ساکنان اشرف را برای انتقال به کمپ لیبرتی در اولین زمان ممکن اعلام کرد. او در 25 بهمن خواستار مداخله خانم کلینتون و تصمیم نهایی درباره انتقال نخستین گروه از ساکنان اشرف به لیبرتی شده بود. روز گذشته خانم رجوی پس از اطلاع از توصیه و اطمینان‌های خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا، از ساکنان اشرف درخواست کرد اولین گروه 400 نفری ساکنان اشرف در روزهای آینده به کمپ لیبرتی بروند تا جایی برای تردید در حسن نیت آنها باقی نماند، هرچند که با بردن کلیه خودروها و اموال منقولشان موافقت نشده است. انتقال گروه‌های بعدی پس از اعلام موافقت نماینده ویژه دبیرکل و دولت عراق با اطمینان‌های حداقل به ویژه خارج شدن پلیس از داخل کمپ لیبرتی به منظور ممانعت از هر گونه تنش و خشونت و کشتار مجدد ساکنان صورت خواهد گرفت. این برای امنیت و آرامش زنان از اهمیت مضاعف برخوردار است. در سی آذر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی موافقت ساکنان اشرف را با انتقال 400 تن از آنان به کمپ آزادی با تضمین اطمینان‌های حداقل اعلام کرد. او همچنین در هفته دی اعلام کرد 400 تن از ساکنان اشرف به نشانه ابراز حسن نیت آماده اند در 10 دی 30 دسامبر با اموال منقول و خودروهایشان به کمپ لیبرتی بروند. این موضوع بارها توسط خانم رجوی از جمله در 13 بهمن تکرار شده، اما تا کنون از جانب آقای مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل و دولت عراق پاسخ مثبت نگرفته است. در 11 بهمن آقای کوبلر آمادگی کمپ لیبرتی را برای انتقال ساکنان اشرف اعلام کرد. این در حالی است که این محل هنوز هم آب آشامیدنی و آب برای شستشو ندارد و خرید آب بر عهده ساکنان گذاشته شده است. مهمتر این که برخلاف یادداشت تفاهم امضا شده توسط نماینده ویژه دبیرکل و نماینده دولت عراق، لیبرتی از استانداردهای بشردوستانه و حقوق بشر از جمله آزادی تردد که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد آن را خاطر نشان کرده است، از دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی و از امکان دیدار با وکلا و خانواده ساکنان برخوردار نیست و تنها زیرساخت‌های فنی آن مورد تایید یک تکنسیان سرپناهسازی قرار گرفته است. این در حالی است که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ساکنان اشرف را پناهجویان و افراد مورد نگرانی و برخوردار از حفاظت‌های بنیادین امنیت و سلامت و رفاه شناخته است. مقاومت ایران با یادآوری التزامات دولت عراق به قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و تأکیدات مکرر دبیرکل بانکیمون بر اصل مسئولیت حفاظت آرتوپی و نیز نامگذاری سال 2012 در همین رابطه به عنوان سال پیشگیری، از آقای کوبلر می‌خواهد تسلیم فشارها و خواسته‌های غیرقانونی علیه پناهجویان و حقوق و حفاظت‌های بنیادین آنها نشود. استانداردهای بشردوستانه، حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی حفاظت پناهندگان صرف نظر کردنی نیستند. ساکنان اشرف، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به جابجایی اجباری با فشار و تهدید تن نخواهند داد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
27 بهمن 1390.